بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث شناخت پیام‌های اسلام و خود اسلامه. عرض کردیم در جلسات قبل اسلام مصدق ادیان بوده. در قرآن کریم این تعبیر مشهوره و صدق بالحسنا سوره و لیل. کسی که اهل اعطا بشه، اهل احسان بشه، من اعطا و اتقا، اهل تقوا و پرهیزکاری باشه و صدق بالحسنا، حسن زیبایی ها را تصدیق بکنه، فسن و یستر هولیلیوس را راه او را باز میکنم. قرآن میفرماید کسی که اهل اعطا بشه، کمک بشه، کسی که پرهیزکار بشه، از کارهای بد اجتناب کنه و زیبایی ها را تأیید کنه، راه را بر او هموار می کنم. این ترجمه یک آیه است. حضرت ابراهیم این دین اسلام را پایه‌گذاری کرد، یعنی خانه ساخت، فرمود واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا خانه را ساختم، این کعبه، حرف کعبه، پیام کعبه را به پیغمبر بعدی نازل فرما. پیغمبر اسلام آمد، فرمود من تابع حضرت ابراهیم و موعود ابراهیم هستم. پس این اسلام یک مؤسس، یک امام دارد به نام ابراهیم علیه السلام، یک مبلغ جهانی، آورنده کلام جهانی دارد، اونم پیغمبر اسلامه. بین این دو پیغمبر، حضرت موسی هست و حضرت عیسی و انبیای دیگر، ما میگیم انبیای بنی اسرائیلی، این انبیای واقع شده بین حضرت ابراهیم و پیغمبر اسلام مأموریت جهانی نداشتن و ندارن. در این کتاب ها، یعنی تورات انجیل، یک آیه یا ایها الناس نیست، همه یا بنی اسرائیل. اگر مسیحیون، اگر یهودی ها کوشش کنن دینشان را جهانی کنن، دقیقا بر ضد کتاب های خودشون عمل کردن. چون تورات میگه من آمدم برای بنی اسرائیل، خانواده حضرت یعقوب. انجیل هم میگه آمدیم برای خانواده یعقوب، اسرائیل، تمام شد. قرآن میفرماید برای جهان هستم. حضرت ابراهیم هم فرمود این کعبه برای جهانیانه. پس دین مسیح و دین حضرت موسی علیه السلام وسط دو دین جهانی قرار گرفتن، ابراهیم و محمد صلوات الله و سلام علیه. چون دو تا ندای جهانی هست، یکی قبل از یهود و نصارا، یکی بعد از یهود و نصارا، اینها برای پیاده کردن اسلام کوچک برای خودشون بودن. بنا بود طبق پیام حضرت ابراهیم، حضرت موسی در سفر تثنیه باب 18 و حضرت عیسی در انجیل یوحنا باب 14 و 15، بنا بوده اینها تابع پیروان، اینها بعد از ظهور پیغمبر بعدی تابع باشن. یهود و نصارا به این آیه های تورات انجیل عمل نکردن، هم برخلاف ندای حضرت ابراهیم عمل کردن، هم برخلاف ندای موسی و عیسی عمل کردن، هم برخلاف پیغمبر اسلام. یعنی یهود و نصارا
اعلام نکردند دین ما تمام شده، اعلام نکردند خطاب ما به بنی اسرائیل تمام شده. یعنی تکرار میکنم، اگر جمله ناقصه، یهودی ها مسیح ها بنا بود با آمدن پیغمبر اسلام اعلام ختم نبوت پیغمبران خودشون را بکنن، نه تنها اعلام نکردن، مقاومت هم کردن در مقابل پیغمبر اسلام. این دشمنی با تورات انجیل بود قبل از آنی که دشمنی با قرآن باشد، چون تورات و انجیل بین صحف ابراهیم و قرآن حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه آمده. این دو دین کوچک بنی اسرائیلی بنا بوده با آمدن قرآن اعلام خاتمیت بکنن، نه تنها نکردن بلکه آمدن در مقابل اسلام ایستادن. از عواملی شدند یهود و نصارا، بیشتر یهود، برای ایجاد تنفر از مسلمین، جنگ صلیبی راه انداختن. سؤال ما از مسیحیون محترم این است که حضرت عیسی اگر زنده می شد، یا البته زنده هست، اگر حضور پیدا می کرد بر علیه مسلمین جنگ راه می انداخت، صدها هزار نفر را می کشت، یا طبق انجیل بنا بوده از او استقبال کنه؟ نتیجه می گیرم جنگ های امثال جنگ صلیبی از طرف اهل کتاب بوده بر ضد مسلمین، جنگ های شش روزه اسرائیل بر علیه اعراب و مسلمین حمله از سوی اونها بوده. در اسلام ما موظفیم از انبیای ما قبل، من جمله موسی و عیسی، تبلیغ بکنیم و تصدیق بکنیم، اما بگیم مأموریت اونها تمام شده. بنابراین آقایان یهودی ها و مسیحی ها به دنیا باید پاسخ بگویند، قبل از انبیای شما ابراهیم جهانی بوده، بعد از انبیای شما پیغمبر اسلام مأموریت جهانی بوده، فقط شما کتاب هاتون صریحا گفته یا بنی اسرائیل. به چه دلیل شما که مخاطبتون بنی اسرائیل در چین مسیحیت تبلیغ میکنید؟ اونجا بنی اسرائیل هست. شما به چه دلیل در روسیه و در غرب و شرق در آفریقا مسیحیت تبلیغ میکنید؟ اونجا بنی اسرائیله. انجیل میگه من مخاطبم فقط بنی اسرائیل، اینها را میخوام هدایت کنم. شما چرا این دین را به غیر بنی اسرائیل توسعه میدید؟ طبق کدوم آیه بفرمایید؟ برای قبول حقیقت ما همیشه آماده ایم. پس نتیجه میگیریم دین حضرت موسی توسط عده‌ای منحرف شد، دین حضرت عیسی توسط عده دیگر منحرف شد، امثال پولس اینا، دین پیغمبر اسلام هم توسط عناصری در قالب یک کودتا منحرف شد. فقط شیعه ها ماندن در مسیر اصلی، شیعه یعنی تابعین علی ابن ابی طالبی که در آغوش پیغمبر تربیت یافته بود. بنابراین اعمال مسلمینی که پیغمبر تربیت نکرده، اعمال مسلمینی که موسی تربیت نکرده، اعمال یعنی اعمال یهودی ها مسلمین تابع حضرت موسی، مسیحیایی که حضرت مسیح تربیت نکرده، اینها به این ستادین خیانت کردن و جنایاتی که اون متخلفین از انبیا به نام دین کردن ربطی به دین ما نداره. من از همه بینندگان عزیز در شرق و غرب عالم میخواهم زندگی پیغمبر را مطالعه کنن، اسلام اونه. زندگی علی بن ابی طالب را مطالعه کنن، اسلام اونه. زندگی مسیح علیه السلام را مطالعه کنن، اسلام اون زمان اون بود. زندگی موسی علیه السلام را مطالعه بفرمایند، اسلام اون بود. زندگی حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اسلام اینه. بیایید، حجت تمام شده، برگردیم به ندای دست نخورده تحریف نشده خدا، اون هم قرآن است. و
فرموده است که تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید مشترکات را تقویت کنیم. چیه؟ ان لا نعبد الا اياه، فقط خدا را بپرستیم. و ان لا نتخذ، یعنی یک اربابن، بعضنا بعضن اربابن، ما یکدیگر را ارباب خود قرار ندهیم. من ارباب تو نباشم، تو ارباب من نباش، بیایید در کنار هم باشیم. عرضم تمام شد در این جمله. انبیا فرموده ان تعالو، بیایید به سوی مشترکات، به سوی چیزهایی که همه قبول داریم. بنده فقط خدا باشیم، بنده ابرقدرت ها نباشیم، بنده دیکتاتورها نباشیم. خودمون را بر دیگران به عنوان ارباب تحمیل نکنیم، اخوت جهانی ایجاد کنیم. این است پیام اسلام، مهربانی است پیام اسلام، بخشش است پیام اسلام، مهرورزی است پیام اسلام، عفو است پیام اسلام، انسانیت است پیام اسلام، خیرسازی است، احسان است اسلام. بارها گفتم، صد بارم خواهم گفت، این که میبینید غربی ها آمدن، چند دولت منطقه آمد، داعش تربیت کرد، اسلحه داد، در مدت یک ماه 70,000 تویوتا خرید، ماشین خرید، داد به اینها، اسلحه داد، فن سربریدن یاد داد. اسلام فن بخیه زدنه، اسلام فن بستن خونه، اسلام پزشکه، اسلام ناجیه، اسلام خونریز نیست، دشمن خونریزی است. و این پیام را دنیا بداند، آنچه که به اسلام نسبت میدهند دشمنان ساختن، دشمنان پرداختن، دشمنان به ما بهتان زدن، دشمنان به ما افترا زدن، روز قیامت باید پاسخگو باشد. ولا حول ولا قوة الا بالله.